نگاه حکم کسانی که پشت سر من و خانواده هم بد میگن چیه؟ آیا میشه فاصله رو باهاشون کم کرد؟ استاد به خاطر تمامی پاسخهایتون به این بنده حقیر الله نهایت تشکر رو دارم و از الله متعال و منان آرزوی سرفرازی دنیا و قیامت رو خواهانم. خداوند همه ما و شما را از جمله بندگان و مرحوم خودش قرار بده، به همه ما رحم و لطفش رو شامل بگرداند. و اما سوال ایشون سوال بسیار مهمیه. خیلی ها حرف میزنند بدون اینکه بدونند چی میگن، نمیدونند که حرفی رو به زبان میارند چقدر سنگین است. خداوند در قرآن کریم میفرماید وما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. هر حرفی که از زبان شما خارج بشه، هر حرفی لفظ، نه تنها اینکه نفرموده کلمه، هر لفظی از دهن شما خارج بشه ملائکه ای هستن که اون رو ثبت میکنند. رقیب و عتید، یکی مراقب هست دیگری هم که اعمال شما رو ثبت میکنند. و رسول الله علیه السلام در مورد صحبتی که انسان، کلمه ای که انسان به زبان میاره، صحابه رو برحذر داشت. که صحابه گفت که یا رسول الله او نؤاخذ بما نتکلم فی، معاز بود، گفت که ای رسول الله اگه حرفی میزنیم آیا مؤاخذه میشیم به خاطر حرفمون؟ و رسول الله علیه السلام فرمود ثکلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم الا حصائد السنتهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. گفت که مگر غیر از این هست که چیزی که باعث میشه همه مردمان رو در آتش جهنم به سر فرو بریزه، در آتش جهنم انداخته بشه، بجز کشت زبان، حصائد زبانشون، برداشت زبانشون، ما هر حرفی میزنیم با اون مؤاخذه خواهیم شد، در مقابلش مؤاخذه خواهیم شد. و اما در حدیث دیگری که رسول الله علیه السلام فرمود و ان العبد لا يتكلم بكلمه لا يلقى له في من رضوان الله لا يلقي لها بال يرفع الله بها درجات. میگه وقتی هست که یکی از بنده خدایی حرف خیری میزنه، خودش هم براش مهم نیست، یعنی فکر نمیکنه کار بزرگی کرده، در نظر خودش کار کوچیکی انجام داده، اما نزد خداوند چون این کلمه و این حرفی که زده به خاطر رضای خداوند بوده، گرچه کوچیک و در ظاهر حقیر و کم ارزش به نظر میاد، ولی خداوند به خاطر او این بنده رو در دنیا رفع درجه خواهد داد و در قیامت هم بهشت رو نصیبش میکنه. و در مقابل هم فرمود که و ان العبد ليتكلم بكلمه في غضب الله او في مقت الله تعالى، فرمود يهوى بها في نار جهنم. این حدیث رو امام بخاری روایت کرده و در بعضی از روایات میگه يهوى بها في نار جهنم 70 خریف. یک کسی حرفی میزنه، حرف ناحقی میزنه، حرف نادرستی میزنه که نارضایتی خدا در اون حرف است، به خاطر اون حرفی که زده در آتش جهنم انداخته میشود. ببینید ما زبان خیلی مهمه. کنترل زبانتون و اینکه در مورد دیگران بد نگید بسیار مهمه. کسی که داره در مورد عرض و آبروی دیگران حرف میزنه، بد میگه پشت سر مردم، این انسان اسمش مفلسه. رسول الله علیه السلام به صحابه گفت اتدرون ما المفلس، میدونید مفلس کیه؟ صحابه گفتن مفلس نزد ما اونیه که درهم و دیناری نداشته باشه، مفلس هیچی نداره. گفت که اما مفلس در نزد خداوند کسی است که روز قیامت میاد حسنات و اعمال نیک بسیار زیادی داره، مثل کوه حسناتش زیاده، نماز خونده، روزه گرفته، حج رفته، زکات داده، خیرات کرده، صدقات داده، جهاد رفته، خیلی کار انجام داده، ولی روز قیامت میاد به خاطر اینکه یکی رو غیبت کرده، دیگری رو فحاشی کرده، به دیگری سب و شتم کرده، بدنام دیگری رو برده، تهمت زده به دیگری،
اینا میان از حسناتش میگیرن به خاطر اون حرفای بدی که زده از حسناتش گرفته میشه تا زمانی که دیگه هیچی براش نمیمونه بعد اون هم باز هم از اثر زبان بد اون همچنان طلبکار داره طلبکارا باید حقشون رو بگیرن روز قیامت از گناه طلبکارا برداشته میشه انداخته میشه به گردن این و این انسان انسان مفلسیه حسنات و اعمال نیک هم داشته ولی به دردش نمیخوره چون دیگران میبرن این رو از دو حالت خارج نیست کسی که پشت سر دیگری حرف میزنه یا غیبت میکنه یا تهمت میزنه اگه غیبت کنه گناه کبیره کرده اگه تهمت بزنه باز هم گناه کبیره کرده اگه تهمت بزنه در دنیا باید تقاص پس بده محاکمه بشه عقوبت بگیره مکافات باید پس بده و در قیامت هم همچنین مگه اینکه صاحب حقشون رو حلال کنه و کسی که غیبت میکنه همچنین در روز قیامت گناه بسیار بزرگی مرتکب شده خداوند در مورد غیبت میفرماید اولا بفهمید معنی تفاوت بین غیبت و تهمت چی هست تهمت اینه که در مورد کسی حرفی رو بزنی که انجام نداده اون کارو نکرده شما بهش تهمت میزنید و کسی که تهمت میزنه در به کسی تهمت بزنه در دنیا باید اگه دادگاه شرعی و اسلامی وجود داشته باشه اون رو محاکمه کنه و مجازات بشه و اما این در مورد کسی حرفی میزنی که در اون این نیست و اما اگه اومد و حرفی زدی که درش بود یه عیبی گفتی که اون عیب درش هست اون وقت غیبت کردی و کسی هم که غیبت میکنه خداوند در قرآن کریم فرمود در آیاتی که در بحث این هست میگه سوء زن نکنید و ولا یغتب بعضکم بعضا بعد اینکه میفرماید سوء زن نکنید بعد میفرماید غیبت هم نکنید تجسس نکنید بعد میفرماید غیبت نکنید گمان بد نبرید تجسس نکنید غیبت هم نکنید ببینید اینها پشت سر هم اومده غیبت نتیجه تجسسه تجسس نتیجه گمان بد به مردم بردنه شما گمان بد میبری فلانی احتمالاً این کار یا اون کار رو انجام میده میری برای اینکه ببینی واقعا اینطوری هست مچگیری کنی میری تجسس هم میکنی فالگوشت میستی تا بفهمی درسته یا غلطه تا برات ثابت بشه بعد اینکه ثابت شد میری غیبتش میکنی همه اینها گناهان کبیره هستند یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا بعضی از شما دیگری رو غیبت نکنید ای يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه آیا یکی از شما دوست داره که گوشت برادرش رو که مرده رو بخوره کسی که مرده هیچ چیز دفاعی از خودش نداره مرده دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه اگه اون مرده برادر شما باشه و شما بشینی گوشتشو بخوری این حال انسانی که داره غیبت میکنه و اما اونی که تهمت میزنه خداوند در قرآن کریم در سوره احزاب هم میفرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا اما کسی که مؤمنی رو اذیت کنه آزار بده مرد مؤمن یا زن مؤمنی رو آزار و اذیت بده بدون اینکه هیچ گناهی مرتکب شده باشند بخواد در موردشون حرف بزنه تهمت پشت سرشون بزنه اینها کسانی هستند که برای خودشون یک در پروندهشون تهمت نوشته میشه و گناه بسیار بزرگ در این باب احادیث هم بسیار زیاد هست روایات و اقوال سلف و آثار بسیار زیادی در این باب وجود داره کسانی که به دیگران پشت سر دیگران حرف میزنن گناه بسیار بزرگی مرتکب میشه از این اجتناب کنید